ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی مخاطبان محترم مجموعه فرادرس. در این آموزش در ابتدای نگاهی خواهیم داشت به مدل سازی و بارگذاری راه پله، بعد مدل سازی و بارگذاری آسانسور و در نهایت هم طراحی مقاطع دستساز، همگی در ایتبز 2018 هست. درس یکم مربوط به مدل سازی و بارگذاری راه پله هست. توی این درس ما یاد میگیریم که انواع پله چی هستند. خب پله ها انواع مختلفی دارند، توی ساختمون های فلزی به یه شکلن، توی ساختمون های بتونی به شکل دیگری. بعضی از پله ها باکسی هستند، بعضی از پله ها فقط شامل دو تا رمپ و یک پاگرد میشه. اینها رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بعد اجزای پله مثل خیز پله چی هست، کف پله چی هست، این سنگی که روی پله قرار میگیره، دالی که حاصل از بتون ریزی یک سطح شیبدار هست و توی اون بتون هم طبیعتاً میلگر وجود داره، از چی تشکیل شده، چی هست که از اون دال شیبدار ما رو میرسونه به یک راه پله درست. شرایط تکیگاهی پله ها رو بررسی میکنیم. طبیعتاً اگر پله ها انواع مختلفی دارن، پس شرایط تکیگاهیشون هم با هم دیگه متفاوت هست. برای مثال در سازه های فلزی ما المانی داریم به نام شمشیری پله که دوتا تیراهن هست، در سمت چپ و راست رمپ پله قرار میگیره و این دوتا تیراهن وظیفه‌شون فقط و فقط اینه که بار رو از کف پله بگیرن و منتقل کنن به اجزای سازه‌ای دیگه مثل تیرها و ستونهایی که از اون تیرها بار میگیرن. به هر حال بعد از اینکه با این کلیات آشنا شدیم، وارد بحث بارگذاری راه پله میشیم، چرا که تا الان میدونیم چه اجزایی در پله ها وجود دارن و حالا میدونیم که هر کدوم از اینها مقدارشون چقدره، چقدر ضخامت دارن، چقدر وزن مخصوص دارن و این بارگذاری رو با هم دیگه بررسی میکنیم. بعد از بررسی بارهای وارده بر پله، دو تا روش خدمتتون ارائه میدیم برای اعمال این بارها به راه پله ها و در نهایت هم طی یک پروژه عملی که میگیم، مفهوم این هست که از یک پلان معماری که توش راه پله وجود داره و ما مقاطعش رو داریم، سکشن ها رو داریم، میخوایم ببینیم چجوری باید از 0 تا 101 راه پله رو در نرم افزار ایتبز 2018 طراحی و اجرا کرد. بحث اول پس کلیاتی در مورد راه پله ها. ببینید پله ها همین جوری که تا الان مطمئنن متوجه شدید انواع و اقسام مختلفی رو دارن. این سه تا پله رو اگه نگاه کنید، این پله که هیچ گونه پاگردی نداره، پله بعدی یه دونه استراحتگاه اون وسط داره، به نوعی پاگرد هست اما گردشی اینجا اتفاق نمیفته. در نوع سوم میبینید که پله از یک طرف فرد میتونه ازش بیاد بالا، یک پاگرد اینجا وجود داره و بعد از طرف دیگه ادامه بده به صعود. این هم یک راه پله دیگه هست که خیلی هم متداوله. این وسط یک چشم پله وجود داره و در اطراف پله هم نرده‌هایی هست. این یکی دیگه از انواع پله هست. این چشم میتونه کوچیک یا بزرگتر باشه. در گذشته آیین‌نامه این اجازه رو میداد که توی چشم پله اگر به اندازه کافی بزرگ باشه آسانسور قرار بگیره، اما الان چنین اجازه‌ای وجود نداره از نظر آیین‌نامه و خیلی باید حواسمون جمع باشه که یا هم چه اشتباهی نکنیم. چرا؟ دلیلش یک دلیل ایمنی هست. ببینید فرض کنید که یه ساختمون دچار حریق شده، آتش سوزی اتفاق افتاده اونجا و ساکنان میخوان هر چه سریعتر اونجا رو تخلیه کنن. اگر این آتش سوزی از طرف راه پله باشه و این مجموعه باکس پله و آسانسور با هم دیگه آتش گرفته باشه، دیگه هیچ راهی برای خروج نیست. نتیجتاً سعی میکنیم در طراحی هامون، سعی که نه، حتما باید این ضابطه رو رعایت کنیم که آسانسور داخل باکس پله قرار نگیره. این هم انواع دیگری از پله هست. این پله تفاوتی که داره با پله های قبلی اینه که دو تا بازو برای صعود بعد از این پاگرد وجود داره. خب طبیعتاً انواع پله فقط به همین ها محدود نمیشه و انواع دیگری هم وجود داره، اما فقط خواستیم دید شما رو یه مقداری آشنا کنیم به اینکه پله ها یک مدل نیستند، اما کلیت طراحی و بارگذاری و مدل سازی این پله ها در نرم افزار یکسانه. بریم به بخش بعدی و اجزای پله رو با هم دیگه بررسی کنیم. در این اسلاید شما دارید یک سکشن از راه پله رو می‌بینید که شامل یک سری
المانهای مثل کف پله، کف پله از نظر تعریف سطح فوقانی پله هست، یعنی در حقیقت همون جایی که پا قرار میگیره روش. المان بعدی پیشونی پله هست که این قطعه عمودیه که شما دارید اینجا میبینید، این رایز همون پیشونی پله هست، قطعه‌ایه که بین دو تا کف پله قرار میگیره. اگه دو تا کف پله متوالی رو ببینید، این قسمت رایز یعنی پیشونی پله، همون خیز پله هست که بین این دو قطعه افقی قرار میگیره. گونه پله این سطح کناری پله هست که البته ما خیلی باش کاری نداریم، فقط توی سکشن مشخص میشه. موضوع بعدی و جزء بعدی عرض پله هست، فاصله بین گونه های پله رو به هم دیگه میگن عرض پله. دست انداز یا نرده هم که از نظر آیین نامه خیلی اجباری هست و با یه تاکید بیشتری در موردش صحبت شده، اصلا مهندسین ناظر بدون اینکه دست انداز پله یا اون نرده ها اجرا شده باشه و درست مطابق پلان و مطابق آیین نامه نباشه، اجازه دادن پایان کار به ساختمون ندارن. اگه دقت کرده باشید، پیشونی پله و کف پله با هم دیگه در یک نقطه تلاقی ندارند، یعنی این کف پله مقداری ادامه داره و از پیشونی پله اومده جلوتر. به این پدیده میگن لب پله. باز دوباره تاثیرگذار هست در اینکه فردی که میخواد از پله بالا و پایین بره پاش گیر نکنه و به نوعی کف پله بعدی رو بلندتر در نظر گرفتیم بدون اینکه کف پله قبلی کوچیکتر بشه. یعنی موضوع بعدی خط مسیر پله هست که نشون دهنده همون مسیر پله است که بیشتر در پلان وارد میشه و ما میدونیم که از کجا صعود شروع میشه و به کجا ختم میشه. در حقیقت جهت بالا رفتن رو این خط مسیر به ما نشون میده. شمشیری پله رو هم که خدمتتون عرض کردم، دو تا تیر هست که معمولا در سازه های فلزی در این بغل های پله قرار میگیره و این تیرها وظیفه اینو دارن که بار رو از پاگرد و پله ها بگیرن و به اعضای سازه ای منتقل کنن. این از بحث اجزای کلی پله. حالا آجر چینی ها و این کرسی چینی هایی که قرار هست بعدن انجام بشه رو اینها به دیتیل در ادامه بررسی خواهیم کرد. بحث بعدی شرایط تکیگاهی پله ها هست. شرایط تکیگاهی پله ها، اگر بخوایم پله ها رو بر اساس شرایط تکیگاهی تقسیم بندی کنیم، دو نوع پله خواهیم داشت. یکی پله با تکیگاه عرضیه. این نمونهش رو اینجا میبینید. ببینید این دوتا تیری که در این کنار قرار دارن و حالا به نوعی همون شمشیری هستند، اینها دوتا تکیگاه هستند برای این پله که باری که این وسط چه روی کف پله ها میاد و چه روی پاگرد ها میاد منتقل میشه به این دو تیر و این دو تیر هستند که این بار رو منتقل میکنن به حالا تیر طبقه بالا و تیر طبقه پایین تر. یکی دیگه از انواع تکیگاه های عرضی پله استفاده میشه توی پله هایی که به صورت کنسول از یک دیوار برشی در میان یا به نوعی برای زیبایی یک المان معماری محسوب میشن. بعضی جاها ما پله های کنسولی داریم، این هم یکی دیگه از انواع تکیگاه های عرضی هست. اما تکیگاه بعدی تکیگاه طبیعتا طولیه، اگر اولی عرضی بود بعدی طولی هست و میبینیم که دقیقا برعکس این عکس بالا در عکس پایین که نشون دهنده یک راه پله با تکیگاه طولی هست، ما در کنار پله ها تیر دیگه نداریم اما در ابتدا و انتها داریم. برعکس تکیگاه عرضی که در ابتدا و انتها نبود و در کنار بود، در عرض پله ها بود، الان نه، الان اینجا دارید یک نوع تیپیک از پله هایی که معمولا توی کشور ما مخصوصا در سازه های بتونی استفاده میشه رو میبینید که یک تیر اینجا وجود داره، معمولا بین دو تا ستون هست و این تیر وظیفه اینو داره که بارهایی که از راه پله بالایی، راه پله پایینی و این پاگرد بهش منتقل میشه رو انتقال بده به ستون یا دیواری که این تیر بهش وصل شده. بحث بعدی این هست که در پله ها با توجه به شرایط تکیه گاهی ما میلگرد گذاری هامون رو عوض میکنیم. یعنی چی؟
همینجوری که میدونید پله هم یک نوع دال محسوب میشه دیگه، و در هر عضو بتونی به خصوص دال ما میلگرد خواهیم داشت. بعضی میلگرد ها میلگرد های اصلی ما هستند که باربرند، و بعضی میلگرد ها میلگرد هایی هستند که میتونن باربر نباشند و میلگرد های مربوط به افت و حرارت باشند. در این پله‌ای که شما دارید مقطعش رو میبینید، این میلگرد هایی که عمود بر صفحه این عکس هستند، یعنی به صورت دایره اینجا نشون داده شدن، اینها میلگرد های اصلی و مین ما هستند، و میلگرد هایی که در ارتفاع به صورت کج به سمت بالا و پایین اومدن، اینها میلگرد های افت و حرارت هستند. قبل از اینکه به اسلاید بعدی برم، بیاید تصور کنیم چنین پله ای رو، و بعد ببینیم که شرایط تکیگاهی این آیا یک تکیگاه طولی بوده یا یک تکیگاه عرضی بوده. این قضیه خیلی مهمه. چرا؟ چون ما توی طراحی بالاخره قرار آخرین چیزی که پیدا کنیم این میزان میلگرد هاست. ما ارتفاع داله بتونی رو که خودمون حدس میزنیم و اینجا قرار میدیم، مثلا به این طرز میگیم یک دال 20 سانتی رو در نظر میگیریم، اما این شرایط تکیگاهی هست که به ما دیکته میکنه که این میلگرد های اصلی باید توی چه جهتی باشن. با توجه به اینکه میلگرد های اصلی ما عمود به صفحه هستند، در نتیجه این تکیگاه هایی که وجود دارن مطمئنن تکیگاه های عرضی هند. چرا که در جهت طول ما هیچ گونه انتقال باری نداریم، و همینجوری که میبینید میلگرد هامون هم میلگرد های ضعیف و کمی هستن، فقط به اندازه که افت و حرارت رو بشه کنترل کرد. اما در راه پله یک زاویه وجود داره اینجا که با آلفا دارید میبینیدش، و اینجا من براتون این قسمت رو هاشور زدم برای اینکه بهتر بتونید ببینید ارتفاع مؤثر دال ما که باید در محاسبات برای بارگذاری ازش استفاده شه، این 15 سانت مورب نیست. باید ما ارتفاع رو اینقدر در نظر بگیریم، یعنی به این میزان عمودی. اگر این تیکه رو که هاشور خورده توی این قسمت نگاه کنید، متوجه میشید که اینجا یک فاصله عمود میتونه وجود داشته باشه به سطح پایینی دال که طولش مطمئناً کوچکتر از این وتر مثلث قائم الزاویه‌ای که اینجا تشکیل خواهد شد. پس این زاویه قائمه اینجا هست، ضخامت دال ما اون 15 سانتی که ما در نظر میگیریم این هست، منتها برای بارگذاری ما باید این طول رو داشته باشیم. پس این زاویه آلفا اینجا به دردمون میخوره، مهم میشه. در ادامه خواهیم دید که این زاویه آلفا رو چجوری ما ازش استفاده میکنیم برای بارگذاری. اکثر دوستان مخصوصا توی پروژه های بتون و فولادشون توی دانشگاه توی این قضیه یه مقدار مشکل دارن که چرا باید ما از این زاویه آلفا، حالا یک کوسینوس آلفایی در آینده وجود داره و این کوسینوس آلفا رو وارد کنیم. به خاطر اینه، دلیلش دقیقا همینه که الان خدمتتون عرض کردم. برگردیم به بحث تکیگاه و بریم اسلاید بعدی ببینیم تکیگاه های این پله به چه صورت بودن. این سکشن آآ رو که اینجا دارید میبینید یک برشیست که در اسلاید بعد قرار هست ببینیم. همینجوری که دارید مشاهده میکنید، دو تا دیوار برشی سمت چپ و راست وجود دارند توی اون برش آآ، و اون میلگرد هایی که در اسلاید قبل عمود به صفحه بودن اینجا افقی نشون داده شدن، و میلگرد های افت و حرارت طبیعتا عمود بر صفحه هستند و به صورت دایره اینجا نشون داده شدن. میلگرد های اصلی وظیفه انتقال این بارهایی که به صورت عمودی داره به راه پله وارد میشه به این دوتا دیوار کنار رو به عهده دارن. همینجور که میبینید خمشون هم اینجا نشون داده شده، و الان یک درک بسیار درست و صحیح دارید از اینکه شرایط تکیگاهی میتونه چه تأثیری داشته باشه حتی توی میلگرد گذاری ما. پله ها رو میخوام قبل از بارگذاری و بعد از بارگذاری بررسی کنیم با هم. این پله برخلاف پله‌ای که در اسلایدهای قبلی دیدید تکیه‌گاهش متفاوت هست نوعش. اکثراً پله‌هایی که در ساختمان‌های تیپیکالی که ما طراحی قرار بکنیم اینجوری خواهد بود، یعنی یک تیر در ابتدا و انتها وجود داره و این تیر باید تمام بارهایی که روی این پله قرار می‌گیره، حالا هم از طریق فشار در بتون و هم از طریق کشش در میلگرد ها
به این دو تیر وارد شن، که البته یک دیتیل خاص برای میلگرد گذاری این ابتدا و انتهای پله ها در ادامه معرفی خواهیم کرد. اما وقتی که بارگذاری انجام میشه، ما ترک ها رو طبیعتا در پایین پله خواهیم داشت. میلگرد های اصلی که شما دارید الان اینجا میبینید، میلگرد هایی هستند که از بالا تا پایین ادامه پیدا کردند و به خاطر کششی که توی این میلگرد وجود داره الان، این قسمت ها یک سری ترک هایی به وجود اومده. خب یک ردیف دیگه هم این میلگرد هایی که بالا قرار میگیرن طبیعتا در فشار هستند و بار هم عمود بر سطح دال نیست، نسبت به دال شیب داره. ما داریم اینو عمود میبینیم، اما اگر این عکس رو بچرخونیم به صورتی که این تیر و این تیر همتراز هم دیگه قرار بگیرن، میبینیم که بار از بالا سمت راست به پایین سمت چپ شیب خواهد داشت. نکته ای هم که در طراحی پله وجود داره دقیقا همینه که ما این شیب بار رو به چه صورتی باید به پله اعمال کنیم، مخصوصا در بحث بارگذاری، که محاسبات ما شبیه به واقعیت باشه. بخش بعدی که بررسی خواهیم کرد بارهای وارده بر راه پله هاست که تقسیم میشن به بارهای مرده و زنده. بارهای مرده خودشون شامل وزن پله، وزن دال یا ویست، وزن کفسازی خواهد بود، وزن سقف کاذب طبقه پایین و همه اینها رو هم اضافه خواهیم کرد. اما بار مرده طبیعتاً باریه که اونجا هست برای کل عمر سازه، دیگه قرار نیست جابجا شه. و بحث بعدی هم بار زنده هست که آیین‌نامه طبیعتاً به ما قرار معرفی کنه. طبق مبحث ششم مقررات ملی، بارهای وارده به راه پله ها، راه روها و انواع و اقسام المان های مختلف سازه بیان شده. برای راه پله ها و راه روهای منتهی به درهای خروجی 5 کیلونیوتن بر متر مربع رو در نظر گرفته به عنوان بار زنده، در واقع همون هلوهوش 500 کیلوگرم بر متر مربع. و در جاهایی که ما کنسول داشته باشیم هم باید یک بار متمرکز 1.3 کیلونیوتونی در انتهای این کنسول وارد شه. این از بحث بارهای گسترده و بار متمرکز زندهی که آیین‌نامه و مبحث ششم در نظر گرفته برای طراحی راه پله ها و راه روها. نکته دیگهی که وجود داره اینه که ما برای محاسباتمون نیاز به این فاصله عمودی داریم. ما ضخامت دال رو وقتی که مثلا 15 سانتی متر در نظر میگیریم، منظورمون در راستای این خطوط آشور خورده است. اما ضخامت واقعی که بار داره در اون راستا وارد میشه به سازه، و حالا اینجا این دال بتونی در راستای این خطوط آشور خورده نیست دیگه، بار در راستای خطوط عمود هست، در راستای جاذبه زمین. نتیجتا ما نیاز داریم به نوعی این فاصله رو داشته باشیم که از روابط مثلثاتی ما میتونیم بر اساس این زاویه آلفا این فاصله رو پیدا کنیم. این ارتفاع خواهد بود ضخامت دال، یعنی همون 15 سانتی متری که خدمتتون گفتم، تقسیم بر کوسینوس این زاویه. پس این میشه یک ضریبی که در هر کدوم از این اعضایی که به صورت مورب قرار هست قرار بگیره، از جمله حالا دال بتونی، در این ضخامت ضرب میشه و این ضخامت عمود رو به ما خواهد داد. حالا بریم نگاهی بندازیم به پلان معماری که قراره در نهایت توی نرم افزار ایتابز مدلش کنیم و پلش رو بررسی کنیم با هم دیگه، بندازیم توی نرم افزار اتوکد و بعد هم برگردیم به نرم افزار ایتابز و کار مدل سازی رو آغاز کنیم. توی این قسمت یه نگاهی می‌کنیم به پلان با هم دیگه و موقعیت دقیق راه پله و لی آوت، جانمایی یا محل قرارگیری، اینا همش یک مفهوم داره. محل قرارگیری راه پله رو توی سازه به دقت با هم دیگه بررسی می‌کنیم و همینطور عرض کف پله ها، تعداد پله های هر طبقه یا نیم طبقه رو با هم دیگه ببینیم چجوری از پلان میشه درش آورد و از سکشن ها همینطور. اولین بخش نگاه کردن به پله های پارکینگ و درآوردن تراز این پله ها. اگه دقت کنید این پلان پارکینگ ماست و شما میبینید که از تراز 0-0 که مهندس معمار
اینجا در نظر گرفته برای کف پارکینگ به تراز مثبت 1 متر و 8 سانتی متر ما اینجا صعود کردیم توسط 1، 2، 3، 4، 5 و 6 تا پله که در واقع این 6 تا پله ما رو به پاگرد میرسونه و این پاگرد هم همینطور خط مسیر رو ادامه میده و با چند تا پله دیگه به طبقه اول میرسیم. اگه به سکشن نگاه کنیم میبینیم که بله 6 تا پله اینجا وجود داره و ما به تراز 1 متر و 8 سانتی متر میرسیم از تراز 0-0. پس این نیم طبقه ما که در حقیقت نصف طبقه هم نیست، نیم هم نیست، یه جایی بین تراز 0 و تراز 2.70 طبقه اول هست، توی کد ارتفاعی 1 متر و 8 سانتی متر قرار گرفته. اینو باید توی ذهنمون داشته باشیم، چرا که باید اینجا یک تیر ترسیم شه، دقیقا عمود بر صفحه‌ای که دارید میبینید، بین ستونهای محور 2 و 3، بین این دو ستون باید یک تیر ترسیم شه که این پاگرد بارش وارد شه به تیر و از طریق این تیر این بارها به ستونها منتقل شن. و همینطور در طبقه‌های بالاتر هم این تیر تکرار خواهد شد، منتها تراز ارتفاعیش متفاوته، دیگه یکسان نیست، یعنی 1 متر و 8 سانت بالای هر طبقه نیست، در طبقه‌های بالاتر نصف طبقه دقیقا خواهد بود. حالا به اون خواهیم رسید. پس با 6 تا پله میتونیم بیایم بالا. عرض این کف پله ها هم مشخصه و میتونیم درشون بیاریم. حالا توی دیتیل پله وقتی که رفتیم دقیقا این عرض مشخص شده که چند سانتی متر هست و این عرض توی نرم افزار ایتبز مدل نمیشه، منتها برای بارگذاری و پیدا کردن میزان بار مرده بسیار بسیار واجبه، چون زیر هر کدوم از این سنگ های کف پله باید آجرچینی انجام بشه و این آجرچینیه بار قابل توجهی رو به دال کف پله ما اعمال میکنه، پس این بار قابل چشم‌پوشی و قابل اغماز نیست. یه سری بارها مثل سقف کاذب زیر و اینها رو میشه به نوعی کم و زیاد کرد یا ثابت در نظرش گرفت یا تیپیک مدلش کرد، منتها بعضی بارها مثل این سنگچینی ها بهتره که در واقع محاسبه شه دقیقا. پس با این 6 پله میرسیم به پاگرد اول و بعد توسط این چند پله دیگه وارد طبقه اول خواهیم شد. در طبقات بعدی دیگه پله ها دقیقا اندازه هم هست، هر بازوی پله به هر کدوم از این قسمت ها که نشون دهنده یک سطح شیبدار هست، تشکیل شده از دال پله و تمام اجزای خاص پله، میگن یک بازوی پله و به این قسمت وسط هم میگن چشم پله. حالا این چشم ممکنه بعضی جاها وجود داشته باشه، بعضی جاها وجود نداشته باشه، بعضی جاها کوچیک و بعضی جاها بزرگتر باشه، اما این یکی از ساده ترین انواع پله هست. بعضی از پله ها همینجوری که دیدیم توی اسلاید های پاورپوینت، اینجا توی پاگرد هم چند تا پله میخوره، در حقیقت تشکیل یک باکس میده، اون هم باز دوباره کلیت داستان همینه، یعنی دیتیل ها همینجوری خواهد بود، اندازه‌گیری بارها، بارهای مرده، زنده، تمام اینها یکسانه. منتها همین جوری که دارید میبینید، چون این پلان تیپ ما هست و در طبقات مختلف در این دو طبقه تکرار شده، اینجا ترازهای ارتفاعی هر کدوم از این طبقات رو نوشته که طبقه اول میشه 2 متر و 70، طبقه بعدی 5 متر و 94 سانتی متر و در نهایت به بام میرسیم، به خرپشته میرسیم که 9 متر و 18 سانت خواهد بود. پس اینجا کار ما رو راحت کرده، تراز نیم طبقه ها رو هم اینجا معمار به ما داده. این از کلیت پلان. تعداد پله ها رو هم میشه از اینجا از سکشن ها پیدا کرد یا از همون قسمت پلان، و اگر معمار کارش رو اصولی انجام داده باشه و سکشن های درستی رو به ما ارائه کرده باشه، ما ارتفاع هر پله رو میتونیم از همینجا بخونیم، منتها اگر هم این ارتفاع اینجا مشخص نشده باشه یا درست نباشه، برای اینکه چکش کنیم ما باید این تراز 1 متر و 8 سانت اختلاف ارتفاعی که اینجا وجود داره رو بیایم تقسیم کنیم به این 6 تعداد پله هایی که داریم برای اینکه به این تراز برسیم و ارتفاع هر کدوم از این پله ها محاسبه خواهد شد. حالا دیگه مابقی کار که درست بخواد اجرا شه مربوط به مهندس مجری و اون پیمانکاریه که داره این پله ها رو اجرا میکنه. این از کلیت راه پله. اما شرایط تکیه‌گاهی پله ها اینجا به چه صورته؟ اگه دقت کرده باشید با توجه به اسلاید های پاورپوینت، اینجا
شما دارید میبینید که یکی از تکیگاه های راپله الان اینجا روی زمین قرار داره و یک تکیگاه دیگه این تیری خواهد بود که در تراز 1.8 متر نیم طبقه قرار میگیره. پس این پله به صورت سیمپلی ساپورتد یا با تکیگاه ساده در دو انتها مدل خواهد شد. این برای مدل سازی توی ایتاوز بسیار بسیار مهمه و همینطور که میبینید در کنار پله دیگه ما تیری رو اجرا نمی کنیم و توی نرم افزار ایتاوز هم این تیر نباید وجود داشته باشه، چون توی اجرا قرار نیست در واقع اجراشه، به همین خاطر ما مدلش هم نمی کنیم. یکی دیگه از موضوعات مهمی که اینجا وجود داره این فاصله بین آکس ستون هست. ببینید ما توی ایتاوز آکس ستون ها رو در نظر میگیریم، توی پلان های معماری الان شما میبینید اینجا یک 1.10 متر نوشته، منتها این 1.10 متر از آکس ستون نیست، از بر این دیوار پارتیشنیه که اینجا وجود داره. پس ما باید این فاصله ها رو هم در بیاریم که حالا اینها همگی توی همین نرم افزار اتوکد توسط میجر اندازه گیری میشه. میجر رو میتونید از اینجا به عنوان دایمنشن لاین هست، منتها از ابزار میجر هم میشه استفاده کرد. مواظب باشید این اسنپتون روشن باشه که بتونید نقاط رو به درستی بخونید. الان من تا خط آکس اگه بخوام بیام، اسنپ رو من همه رو روشن میکنم که اینجا مشکلی نداشته باشید. اگه از اینجا بخوام بیام تا اینجا، شما میبینید که دقیقا 1 متر فاصله وجود داره از آکس تا اولین خط پله ما. این هست که برای ما مهمه، نه این طول 1.10 متری که تا بر دیوار پارتیشن توسط مهندس معمار نشون داده شده. این برای اجرا کاربردیه، نه برای مدل سازی سازه توی نرم افزار ایتابز. خب این سکشن خیلی اطلاعات جالبی در مورد، یعنی اطلاعات به درد بخوری در مورد پله به ما نمیده، اما یه دید بهتری به ما میده توی این راه پله. واقعیتش اینه که اصلا همین سکشن هم اگه وجود نداشت موردی به وجود نمیومد. یعنی ما میتونستیم راه پله رو با توجه به همین پلان های معماری پارکینگ، همکف و پلان تیپیک که حالا اینجا یکی هست دیگه، پلان همکف و پلان تیپ یکسان هست و پارکینگ فقط متفاوت هست، ما میتونیم با همین دوتا پلان کار کنیم و مشخصات و مورد نظرمون رو از پله ها استخراج کنیم و توی نرم افزار بالاخره مدلشون کنیم. نیازی به کار خاص دیگری وجود نداره. اما توی این قسمت شما میتونید ببینید که جزئیات میلگرد گذاری این پله ها به چه صورت هست و همینطور شرایط تکیهگاهی که از دو تا تیر به عنوان تکیگاه ابتدا و انتها استفاده میشه. این تیرها همینطور که میبینید، حالا به این اعداد توجه نکنید، در آینده بهتون میگم چرا، و اینها به صورت تیپ میتونه اصلا شما در نظر داشته باشید که این میلگردها رو چقدر در نظر بگیرید که هیچ موردی وجود نداشته باشه و مطمئنا تقریبا جواب بده برای پلانهای ساختمانی و ساختمانهای متعارف و معمولی. اما همینطور که میبینید این تیر ابتدایی و تیر انتهایی ما، یعنی تیر بالا و پایین راه پله که به عنوان تکیگاه قرار هست عمل کنند، تشکیل شده از چند تا میلگرد داخلش که اینها میلگرد های اصلی ما هستند همگی، و همینطور خاموت وجود داره، چرا که این دال پله وقتی که تبدیل به پاگرد میشه و به تیر ملحق میشه بالاخره برای انتقال بار یک سری نیروهای برشی و همینطور پیچشی این وسط به وجود میاد که باید توسط این خامودها تحمل شد تا این تنشها و این نیروها بتونه با موفقیت به ستون منتقل شه. اما همینطور که دارید میبینید اینجا، من دیتیل میلگردها رو کامل نکشیدم برای اینکه شلوغ نشه، منتها میتونید ببینید که میلگردهای اصلی ما الان این میلگردهاییه که به صورت خط اینجا نشون داده شده بین دوتا تکیگاه ادامه دارن، و میلگردهای افت و حرارت این میلگرد های که به صورت دایره و عمود بر صفحه نشون داده شدن توی این سکشن، ولی خم نامتعارف یا عجیب غریب اینجا مشاهده میشه که میلگرد های ردیف پایینی اومدن بالا و خم خوردن و میلگرد های ردیف بالایی دال پله توی پاگرد که رسیدن توی ردیف پایین ادامه پیدا کردن. این یک دلیل داره. دلیلش رو به صورت خیلی ساده اگه من بخوام بهتون بگم اینه که این راه پله رو اگه همینجوری مدل کنیم توی ایتابز به ما ارور میده. هرچی این تیر رو هم بزرگ کنیم حتی ابعاد غیر منطقی، باز دوباره این ارور رو خواهیم داشت و اون هم مشکل پیچش هست. یعنی این تیر داره میگه به خاطر اینکه این دال راه پله
بار زیادی روش وجود داره و بین این دوتا تکیگاه وجود داره لنگری که داره توسط این میلگردها به صورت نیروهای کششی و فشاری منتقل میشه به تیرهای ابتدا و انتهای ما، در واقع اینجا تبدیل داره میشه به پیچش. اینو از درس تحلیل یک یادمون هست که در سازه های این چنینی لنگر خمشی در یک عضو میتونه تبدیل به لنگر پیچشی در عضو متصل بهش بشه اگر شرایط خاصی که اینجا میبینید وجود داشته باشه، و ما با وجود این پیچش نمیتونیم تیر رو درست طراحی کنیم. این خمها به ما این کمک رو میکنند که ما بتونیم از این پیچش صرف نظر کنیم و به نوعی این تیرمون رو با مقاطع معقولی اجراشون کنیم و طراحیشون کنیم. ضخامت دال اینجا مشخصه، میلگرد هایی که به صورت افت و حرارت اینجا قرار می گیرند از همون فرمول های مربوط به درس بتون یک و بتون دو محاسبه میشن که اصلا وارد این قضیه نمیشیم، چون به صورت تیپیک معمولا همین عددی که اینجا دارید می بینید فی 10 در فاصله 25 سانتی متر یا فی 10 در فاصله 20 سانتی متر یا نهایتا فی 12 استفاده میشه. این اعداد اعدادیه که معمولا برای ساختمون‌های متعارف یکسان هست و توی محاسبات هم ما انجامشون میدیم، منتها این اعداد رو همیشه تو ذهنمون داریم که محاسباتمون اگه با اینها خیلی تفاوت داشت بدونیم که یه جایی رو احتمال خیلی زیاد اشتباه کردیم و به نوعی باید برگردیم و محاسباتمون رو مجددا کنترل کنیم. این از این داستان. پس ما با دیتیل میلگرد گذاری و از نظر سازه‌ای آشنا شدیم با راه پله که به چه صورتی طراحی میشه و به چه صورتی قرار اجراشه. منتها برای بارگذاری پله من یک دیتیل به نوعی دقیق تر رو از سکشن پله ترسیم کردم. شما این سه تا پله اولی رو در نظر بگیرید، این پله آخری رو دیگه من ادامه دادم تا پایین، حالا این ارتفاع رو خیلی روش حساب نکنید. شما میتونید اعداد این دیتیل رو عوض کنید و همینطور خود این مدل رو جابجا بکنید. برای چی؟ برای اینکه شما وقتی میخواید حجم مثلا این آجرچینی هایی که اینجا وجود داره رو محاسبه کنی، یا باید بشین مساحت زوزنقه رو محاسبه کنی برای اینکه در یک متر عمق ضربش کنیم و یه حجم به دست بیاد، یا اینکه نه از همین ابزاری که توی آتوکد وجود داره استفاده کنید و مساحتش رو ساده تر به دست بیارید بدون حالا ضرب و تقسیم. معمولا همین کار جواب میده. منتها وقتی که بارگذاری رو انجام دادیم، چون این ارتفاع پله ها معمولا 14 سانت 17 سانت اینها یه سری ارتفاع های ثابتی هستن، خیلی تغییری نمی کنه. مثلا پله 23 سانتی واقعا سخت ازش بالا و پایین شدن، به همین خاطر تو همین رنج نگهش میدارن به خاطر اینکه شیب پله نبخواد زیاد بشه نه کم بشه، هزینه ساخت بهینه باشه. این اعداد اعداد معقولی هستن و شما میتونید با داشتن این دیتیل و با یک بار محاسبه کردن بار مرده راه پله، بار زنده که تکلیفش مشخصه، یه عدد کلی رو توی ذهن داشته باشید که از این به بعد برای راه پله ها بدونیم که حدود چقدر ما نیاز هست بار مرده وارد کنیم به دال زیر راه پله. خب از پایین من شروع میکنم که ساده تر هست، توضیح میدم و میام به بالا. این قسمت ما سقف کاذب رو داریم که با این دوتا خط من نشونش دادم. این سقف کاذب وزن خیلی زیادی نداره، ما 50 کیلوگرم بر متر مربع در نظرش گرفتیم. قسمت بعدی اینجا یه تیراهن من قرار دادم که شما همینطور که میبینید به عنوان تیر شمشیری هست، برای سازهای فلزی استفاده خواهد شد و توی سازهای بتونی معمولا این رو نداریم. حالا من توی این دیتیل آوردمش که شما داشته باشیدش و فراموشش نکنید. منتها توی سازهای بتونی خب طبیعتا دیگه بارش رو هم وارد نمی کنیم و اصلا وارد محاسباتش نمیشیم. منتها تیر آهنی هم که این وسط وجود داره، شما میتونید با توجه به تحلیلی که توی ایتبز انجام میدید در آینده و با توجه به جدول اشتار وزن مخصوصش رو به دست بیارید، حالا وزن واحد طولش رو به دست بیارید و بعداً ضرب کنید. در طولش محاسبات خاصی نداره، بسیار بسیار ساده هست. اما روی این تیراهن همینطور که میبینید یک سری ناودونی قرار میگیره. اینها ناودونی هست که یکی از خطوطش در واقع ترکیب شده با این خط بالایی بال تیراهن، منتها این ناودونی هست، برای برشگیر بودن هست. این میاد پیوستگی بین این داله بتونی که دارید میبینید با مثلث هاشور خورده
و تیراهن زیر رو حفظ میکنه. پس فقط برای حفظ پیوستگی هست و بهش هم میگیم همون برشگیر. محاسبه خیلی خاصی هم نداره، اما اگه دوست داشته باشید میتونید با توجه به مباحثی که توی بحث‌های سقف کامپوزیت توی درس فولاد 2 آموزش دیدید، اینها رو هم میتونید محاسبه کنید. اینا هم به صورت تیپ معمولا اجرا میشه. و خود دال بتونی رو داریم که این یک